بسم الله الرحمن الرحیم. از دیگر آثار ترجمه ما حیات برزخی. این کتاب یک کتاب کاربردیه. سیوطی، جلال الدین سیوطی کتاب‌های زیادی دارد. از جمله دو تا کتاب در این زمینه دارد. یکی به نام الانباء، انباء الازکیا به حیات الانبیا. یکی هم به نام اللمعه. در این دو تا کتاب اثبات میکنه که پیامبران زنده هستند. قرآن کریم راجع به شهدا این بحث را دارد که شهدا را میت حساب نکنید یا به شهید میت نگید. اونا زندگانن در پیش خدا روزی خواران، یعنی روزی خوردن که از نشانه های فرد زنده است. این را خداوند تو قرآن بیان فرموده. یه داستان خیلی جالبی هست که روزی آقا امیرالمومنین در مدینه تشریف می بردن، خلیفه اولی تو خیابان مصادف شد، گفت یا علی چرا وقت ما را میگه اخمتون پایینه؟ به خدا سوگند اگر یک کلمه پیامبر فرموده باشه خلافت مال شما، ما دو دسته تعطیل میکردیم. شما شب راحت تو خانه، ما شب تا صبح چقدر بدبختی دارم، گرفتاری داریم. اینا حضرت فهمید الان اگر پیامبر را ببینید و بفرمایید که خلافت حق منه قبول؟ گفت بله. ولی از کجا؟ دیگه استخوان‌های پیامبر پوسیده. حضرت فرمودن که قرآن نخوندی؟ که کسی لا تقول من یقتل فی سبیل الاموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. و من شهادت میدهم که پیامبر به شهادت رسید. اینجا دیگه توضیح نخواست چون خودش در جریان بود. چه کسی سم داده بود ایشون میدونست، چه کسی به اون دختر سم داده بود که او ببره و این کار انجام بده میدونست، ولی زیاد توضیح نخواست. گفت بله الان هم از رب بگه من قبول دارم. پامو بیار. راه افتادن به طرف مسجد قبا. وارد مسجد قبا شدن، دیدن آقا رسول الله در محراب ساده نماز میکنه. این را مرحوم مجلسی از 10-20 طریق نقل کرده. بعد حضرت نمازش تمام شد، برگشت گفت که ابوبکر چرا حق علی را غصب کرده؟ آقا غلط کرده، الان میرم دو دسته تعطی میکنم. پاشدن آمدن تو راه، گفت که یا الان میرم منبر اعلام میکنم. فهمد اگر شیطانت بگذارد، که منظور شیطان انسی بود. خود ایشان هم در روز بیعت گفت خیال نکنی که من مثل پیامبر میتونم اداره کنم. پیامبر معصوم بود، ملکی بر او موکل بود، ملک او را راهنمایی میکرد. اما من این نلی شیطان یعترینی، من یه شیطان دیدم که میره تو جلد من. حالا شیطان انسی یا جنی فرق نمی کنه، یک شیطانی حد دارم که میره تو جلد من. بعد خودش هم علام گفت هر وقت دیده من غصبناک شدم بدان که شیطان آمده سراغم، با من حرف نزنه. بعد تو مسیر همون شیطانش مصادف شد، گفت خلیفه با کجا میروم؟ گفت چه الان معلوم میشه. خود داستان گفت الان معلوم من گفت آقای خلیفه صلاح نمیدانن، یه وضو تازه کنن با نشاط برن. گفت یا علی شما بفهمید من الان میام. رفتن گفت چیه داستان؟ گفت داستانی. گفت هنوز هم سحر این خاندان را هنوز هم مبتلا هستی؟ نمیدانی چینا سحر میکنن؟ یادت میاد فلان روز اینجا مشروب خوردیم تو چه منزه؟ چند تا از این داستان جاهلی گفت و ایشون بالاخره متوجه شد که نباید این حرف را بزند یا عقیلونه بگد. بنابراین این داستان باعث شده که خیلی از کتاب ها حیات پیامبر را بعد از وفاتش نفی می کنند و میگن که دیگه پیامبر از زنده میتونه استمداد کنه، از مرده نه. حتی محمد عبدالوهاب روی منبر گفت که این عصای من میبینیم به درد میخوره، ولی محمد به در نمیخوره، نعوذ بالله. در این حد اینا جسارت و بیادبی میکنن. از کسانی که این را خیلی زیبا بررسی کرده جلال الدین سیوطیه.
و ایشان دو جلد کتاب نوشته در حیات انبیا بعد از وفاتشون، روایات فراوان از طریق خودشون نقل کرده. هر سال در سیستان بلوچستان یه همایشی هست، اونجا حدود 800 مولوی شرکت میکنند و تعدادی هم از فضلا. ما هم غالب سالها میرم اونجا برنامه اجرا میکنیم. در یکی از سالها بحث توسل بود، قرار بود چه اثبات کنن چه توسل به انبیا و اولیا بعد از ارتحالشون یا شهادتشون هم جایزه، و من این کتاب را برای اونجا ترجمه کردم، به صورت یک نوشته دادم و اونا هم تایپ کردند و در اونجا پخش شد. بعدم به صورت کتاب منتشر شد به نام حیات برزخی، چه در عالم برزخ اینا حیات دارن و این توسل به مردن است، به زنده هست. و خود نویسنده چون اهل سنت هم شخصیت معروف اهل سنته دیگه، اونا هم پذیرفتن، خیلی براشون جالب آمد. تصادفا مرحوم های فریدونی چه تقریبا هر روز برنامه هایشان از این شبکه پخش می شود، ایشان این کتاب را چیدید، خیلی براش جالب آمد، به تعداد شاگردانش از این کتاب خریداری کرد و کلاسی چی داشت براشون تدریس کرد که به عنوان یه جواب دندان شکن برای وهابی ها در مورد جواز توسل بعد از وفات اولیای الهه. در حال حیاتشون میگن خب کتاب را بده من، اگر به ولی همین را بگن اشکال، ولی بعد از وفات نه. و خیلی مفصل بحث میکنن، یعنی میگن کفر از چنین است و چنان، ولی این کتاب از یک شخصیت معروف سنی برای ما یه حالت کاربردی خاصی داره. یکی از کتاب هامون دعا معجزه حیات، این کتاب مال الکسیس کارله، این ما از انگلیسی ترجمه کرده. قبلا این ترجمه شده بود از متن فرانسوی و به نام نیایش چاپ شده بود، الا اینکه این مترجم در حوزه ها مورد توجه نبود. کتابتون خیلی با ارزشه، ما خواستیم این کتاب بیاد تو حوزه ها هم به درد بخوره، درس افراد، چون در مورد دعا بهترین کتابش نوشته شده و در کتاب های علمای بزرگ ما مثل ابن فهد اینا عدت الدعای خیلی کتاب های با ارزشیه، یا مثلا سید ابن طاووس ده ها مجلد کتاب راضی به دعا داره، ولی در دفاع از دعا، اینکه دعا از لحاظ زیست شناسی مورد قبوله، این بهترین کتابش تا حالا دیده شده. مثلا ایشون یه نکته خیلی ظریفی دارد، میگه چه این بدن انسان یه غده هایی هست، در طول تاریخ این غده ها را کسی نمیدونه چیه. بعضی ها چه تابع داروین و اینها بودن، میگفتن از بقایای نسل گذشته، انسان قبل از اینکه انسان بشه به صورت مثلا میمون یا هرچه بوده، این اونجا کاره بود، ولی الان دیگه نه، هیچ کاری نداره، ارزش نه این غده ها، مثل غده سینه مرد ها امثال اینا. و اونها چه الهی بودن، میگفت نه خدا چیزی را اضافه نمی آفرینه، حتما اینا یه دلیلی دارد اما چیه نمیدانه. این آقا آمده اثبات کرده چه شخص وقتی چه ساکت آرامه یا هر کار دیگه داره، این غده ها هم آرامه، هیچ فعالیتی نداره. وقتی انسان دست به دعا برمیداره یه حالت تضرع پیدا، اینا به شدت تلاش میکنن، به کار میفتن، یعنی همینطور که چشم ابزار دیدنه، گوش وسیله شنیدنه، زبان وسیله حرف زدنه، این غده ها هم وسیله نیایشه. از این نوع مطال فراوان داره و خودش هم آدم زیست‌شناس معروف جهانه. در نتیجه ما این کتاب را از انگلیسیش ترجمه کردیم، بعد هم علاوه بر این ترجمه هم با ترجمه فارسی که قبلا شده بود از متن فرانسوی با اون مقابله کردیم، باز از اون متن فرانسوی ترجمه عربی دست ما بود با اون مقابله کردیم، بعد یه ترجمه ترکی استانبول دست ما بود با همه اینها مقابله کردیم، و این کتاب به صورت کتاب جالبی در آمده و منتشر شده و به عنوان دعا معجزه حیات. عمدن نیایش ننوشتیم چه دیگه با اون کتاب اشتباه نشود،
و الا همون کلمه نیاش هم واژه خوبی بوده، واژه درستی بوده، اون ترجمه هم ترجمه خوبی بوده، فقط چون از حوزه که کنار رفته بود حوزویان بهش توجه نداشتن، ما این باعث شد که از نو ترجمه کنیم. یکی از کتاب های ترجمه ما روزگار رهایه، کتاب معروفی از یوم الخلاص مال کامل سلیمان. کامل سلیمان چه چند سال پیش فوت کرد، از بزرگان فضلای بیروت بود. برادرش مؤمن بود، ابراهیم سلیمان، از شاگردان آیت الله خمینی. ولی کامل سلیمان نه، افندی بود، روحانی نبود و کتاب‌های زیادی داشت که در دانشگاه تدریس می‌شد. یعنی ما یه وقت شرح حالش نوشتیم، حدوداً 20 تا کتاب ازشون پیدا کردیم که در دانشگاه‌های بیروت این تدریس می‌شود. یه آدم این گونه این کتاب را خیلی خیلی آگاهانه نوشته و مخاطبش فقط شیعه نیست و فقط مسلمان‌ها نیست، بلکه این مخاطبش شیعیان، اهل سنت و حتی مسیحیان، چون در اونجا مسیح زیاده. هر بابی چی داره در این کتاب، اولا به ترتیب میاره، اول آیات قرآن، بعد از آقا رسول، بعد امیرالمومنین، از هر معصومی در اون رشته مطلبی دارد به ترتیب می آورد و در پایان هم اگر در تورات یا انجیل در اون موضوع مطلبی است اونم میاره و خیلی هم مطالب را به صورت آزاد، یعنی عقول را مورد خطاب قرار می دهد که هر کسی مطابق عقلش کتاب را، نکته را، مطلب را، حدیث را بررسی کند. این کتاب دلیلی داشت که ما این را انتخاب کردیم برای ترجمه، در دو جلد 1300 صفحه، شامل 1850 حدیثه. بعد این کتاب من مطالب متن حدیث به عربیه با اعراب کامل. اون زمان ما جوان بودیم یا جوانتر بودیم، میتونستیم که خوب اینها را تصحیح کنیم، یعنی میتونیم ادعا کنیم که در 1850 صفحه دو تا غلط املای توش نیست از مثلا اعراب، با اینکه این کتاب به صورت کامپیوتر چاپ شده، اون زمان هنوز کامپیوتر نبود. کامپیوتر هم اگر عزیزان این برنامه را ببینن یا بشنون بدونن خیلی سخت بود، به این معنا که برای یه اعرابی که بخوان اصلاح کنن اون را میباست ببرن، بدوزن، بچسبنن، یه عمل جراحی انجام بدن. در قوم هم نداشتیم، در تهران کامپیوتر بود، اونجا میبردن انجام میدادن، میآوردن، ما اصلاح میکردیم بعد میبردن. بالاخره به فضل الهی این کتاب خیلی کامل در آمد، 18 رقم ما براش فهرست آوردیم. اون زمان این کتاب اولین کتابی بود که یک فهرستای در این حد 130 صفحه وزیره با حروف ریز فهرست مطالب کتاب بوده، فهرست موضوع، فهرست اعلام، اماکن، قبایل اینا. مثلا تو این کتاب 600 علامت ظهور هست. این علائم ظهور را در فهرست ما الفبایی آورده، یعنی یه نفر چه مطلب را میطلبد در ظرف چند ثانیه، چون اون زمان چی نرم افزار نبود، فقط میتونست چی بالاخره الفبایی پیش بره، در چند ثانیه میتونه ببینه این مطلب تو این کتاب هست یا نه. در دو جلد بعضی این تلخیص بشه، اخیرا بنده زاده این را تلخیص کرده در یک جلد، یعنی احادیثی که محتوا یکی بوده اینا را یکی کرده. بعد منابع فراوانشون آورده بود، گاهی برای یک حدیث 20 منبع آورده، اما همه منابع با هم نمیخوند، در وسط یه اختلافاتی بود. گاهی یه حدیث از 20 منبع مثلا دو تاش 100% مطابق متن بود. ولی بنده زاد آمده اینها را با نرم افزارها پیدا کرده، منحصرا منبعی که 100% با متن کتاب منطبقه اون را آورده تو پاورقه و در نتیجه دو جلد را یه جلد کرده و به همین نام هم منتشر شده. پس این یکی از آثار ما بوده که تا حالا ده ها بار ترجمه شده، چاپ شده
و مورد توجه واقعاً در صدها کتاب ازش نقل شده، من جزو منابع قرار گرفته. یکی در کتاب هامون زمین سازان ظهور. این زمین سازان فقط در منابع اهل سنته، ما حدیثی به نام الموتعون نداریم، ولی سنی ها دارن و به عنوان کسانی که برای ظهور توطئه می کنن، یعنی توطئه به معنای صحیح، نه به معنای توطئه سیاسی، نه، یعنی راه را باز می کنن، کاری می کنن که زمینه سازی بکنن. از نظر ما زمینه سازی منحصرت به خود سازی، انسان خودش را اصلاح کنن، تهذیب نفس کنن. بیاد امام زمانی خواهد آمد که جهان را پر از عدل و داد کند. منتظر ظهور حضرت باید خودش را اصلاح کند، تو محیط خانه عدالت را اجرا کند، اگر کارفرما هست به کارگرها ستم نکند، اگر مرد خانه است به همسر توهین نکند، ستم نکند، به هر حال اون عدالت را در محیط کارش، در محیط خانه، در محیط مثلا کارخانه، مغازه، هر کجا چه، یا اداره یا وزارت، هر کجا چه اونجا رعایت کنه. اما اینه که توطئه به معنای الموتعون، زمین سازان ظهور، ما منحصرا در کتب اهل سنت یافتیم و یه آقای به نام فتلاوی که از نویسندگان حجاز مال سعودی، ایشون آمده و البته در نجف و اینام بوده مدتا، ایشان آمده این احادیث را جمع کرده و به عنوان الموتعون للمهدی چاپ کرده. ما هم از روی آن، خود ایشون به من داده بودن، از روی آن ترجمه کرده به نام زمین سازان. منتها ما حتی روی کتاب اسم خودمون نیاوردیم، یعنی نمیخواستیم چه خیال کنن که ما این موضوع را میپذیریم، ولی زاد تو مقدمه و در نکاتی که توش بوده اینا اشاره کردیم که این مسئله منحصرت به منابع اهل سنت، در منابع شیعه چیزی به معنای زمین سازی ما نداریم. البته یک برنامه دیگری داریم که میفرماید که باید در زمان غیبت برای ظهور خود را آماده کنید، ولو با تهیه یک تیر. اون دیگه به عنوان زمین سازی به معناش، یعنی بیاییم اسلحه سازی کنیم و بیاییم لشکر فراهم کنیم و اینها، به اون معنا نیست. خود را مهیا کنیم برای ظهور حضرت و انشاءالله شو میدوارم هم همه ما این توفیقات داشته باشیم و از انحرافات هم به دور باشیم. بالاخره نیاییم چیزی که از معصوم نرسیده، ما اون را بالاخره شرح بدیم و برای مردم بازگو کنیم. کتاب دیگری به نام ستاره دوزیل در مورد جناب سید محمد، عموی بسیار بزرگوار آقا بقیت الله. جناب سید محمد در ایران ما ناشناخته است، مخصوصا تا حدود 30 سال پیش که راه کربلا بسته بود و مردم چیزی از اون نمیدونستن. الان چه مشرح میشن چون کاروان ها را میبرن سید محمد، اونجا دیگه با عظمتش کم و بیش آشنا میشون. مرحوم آیت الله اردوباد شخصیت کم نظیر تاریخ شیعه بوده، مثلا القدیر را ایشان ویرایش کرده. یک کلمه در القدیر لفظی که کسی بتونه خورده بگیره نیست. اگه مقایسه کنیم با المیزان، یه دانشمند مصری گفته بود ای کاش اینا رو عربی می نوشتن، یعنی میخواد بگه از این عربی نیست. در این حد از لحاظ ادبیات عربی او را دور میدونم، اما القدیر را در اوج ادب عربی به برکت این آقای اردوبادی، با اینکه اردوبادی پدرش از اردوباد شوروی آمده، آذربایجان شوروی، و خودشون متولد تبریزه، مثل خود علامه امینی که متولد تبریزه، ولی در ادب عربی به اوج رسیده، به حدی رسیده که القدیر را از اول تا آخر کلمه به کلمه ویرایش کرده و از لحاظ ادبیات خیلی زیبا پخته و فوق العاده هست. ایشان کتاب‌های زیادی دارد، یک کتابش به نام ولید کعبه راجع به ولادت امیرالمومنین در کعبه معظمه،
ایشان در حدود 175 تا سند آورده برای کار. البته ما آمدیم دوست عزیز ما حضرت های احرین را ترجمه کرده و ما هم یه مقدمه نوشتیم و یه استدراک. این 175 منبع را به 450 رسوندیم، یعنی به سه برابرش رسوندیم و همه اینها از علمای شیعه و سنی، از شعرا و ادبا، از مسیحیان، دیگران، اونها که اعلام کردن که امیرالمومنین در جوف کعبه، داخل کعبه، روی اون البلاطة الحمراء، اون سنگ قرمز وسط کعبه، اونجا متولد شده. این را یک عالم مسیحی گفته بود که اگر حضرت عیسی تو کعبه متولد می شد، ما این را به دنیا به عنوان یک افتخار مطرح میکرده، ولی مسلمان ها غفلت دارن از اینکه رو مطرح کنن. و چون حضرت مریم داخل بیت المقدس بود، وقتی درد زایمان گرفت گفتن برو بیرون، اینجا زایشگاه نیست. ولی حضرت فاطمه بنت اسد بیرون کعبه بود، آمد مقابل کعبه استاد، خدای تو را قسم میدم به احترام بانی این خانه و به احترام مولودی که در بطنم هست، چه این زایمان بر من راحت بگردان. یک مرتبه دیوار کعبه منشق شد، از در بره داخل اونجا زایمان بگیره، میگن عادیه، تصادفه. ولی اینگونه چه یک مرتبه دیوار منشق بشه، ایشون به داخل هدایت بشه، بعد دیوار هم بیاد و بعد سه روز اونجا بماند، بعد اون کلیددار کعبه بیاد و هر کار بکند و باز نشه، خبر پخش بشه، از قرا و قصبات بریزن، کعبه پر از آدم بشه که ببینن چه به کجا می انجامد. سه روز بعد هم بی بی دو عالم حضرت فاطمه بنت اسد قنداقه مولا روی دستش، از همون جا باز دیوار منشق بشه بیاد بیرون. حضرت ابو طالب روی دست مبارک بگیره، بگه ایها الناس اللیل ولد حجت الله فی بیت الله، امشب ولی خدا در خانه خدا، یعنی همون لحظه اعلام میکنه ولی خدا و حجت خدا هست. از کجا میدونه؟ چونشون از اوصیا بوده، خود حضرت ابو طالب از اوصیای حضرت ابراهیم بوده و حدیثش در اصول کافی هست. بنابراین ایشون میدانست که این شخص وصی آقا رسول الله و در تمام برنامه ها مثل ایشان است، الا مسئله وقت که در روز ولادت آقا رسول خدا وقتی گنداقه پیامبر دادن دست حضرت ابو طالب، خطاب به همسرش فاطمه بنت اسد فرمود که اسبری سبتن، 30 سال منتظر باش، آتی که بی مثله الا نبوه، فرزندی برات میارم عین او من های نبوه. اون روز خبر میده و از تاریخش 30 سال بعد. به هر حال این آی اردوبادی این کتاب بسیار ارزشمند را نوشته، آی احره ترجمه کرده، ما هم مقدمه و مؤخره براش آوردیم. و ایشان یک کتاب دیگرش که بسیار با ارزش بوده، اون هم همین کتاب جناب سید محمد سبع دجیل. ما سبع دجیل را در فارسی نگفتیم شیر دجیل، خواستیم شاید خیلی لطیف نباشه، ستاره دجیل. دجیل مصغر دجله، چون یک نحوی از اونجا میگذره که از دجله منشکه، اونجا میگن دجیل. به اضافه اونجا معروف بلده، خود منطقه بلده و این بلد منطقه است که نزدیک سامر راه هست، حدودا 20 کیلومتر فاصله و جزو خانه حضرت امام هادی و امام عسکریه. الان سند پیدا شده، وقتی که حضرت امام هادی وارد سامرا شد یک باغی را خرید، این باغ تا بلد ادامه داشت تا دوجه، ولی زا وقتی که جناب سید محمد به امر پدر آمده بود که این به بالاخره محصولات و اینها برسه، برای سررسی این باغ آمده بود، اونجا اجل رسیده وفات کرده و اونجا دیگه شده پایگاهی برای عالم تشیع و پناهگاهی برای پناهجویان. و
حضرت امام هادی علیه السلام در دلبروج این را خریده بود، خودشون اونجا دفن شدن، بعد نور چشمشون آقای امام عسکر اونجا دفن شدن، بعد وجود آقا بقیت الله اونجا متولد شدن، اون 5 سال اونجا زندگی کردن. اون سرداب مقدس، سرداب چه؟ سرداب یعنی منطقه زیر زمین. چرا سرداب؟ برای اینکه این گرما که الان ما در اینجا احساس میکنیم با کولرها و پنکا خودمون رو آرام، اون زمان چه نبود، اینا برق نبود، ولی زها خانه های میساختن 30-40 پله میرفتن پایین تا یه مقدار اونجا از لحاظ هوا در آسایش باشن. و وجود سرداب هم به این جهته، نه این سرداب غیبت و اینها چه تعبیر میکنن، یه مقدار تعبیرات خلافیه، یعنی سرداب بوده 3 تا مغز اونجا زندگی کرده. از اینجا همین نکته را یاد آوره میشیم که تمام امامان در خانه خودشون دفن شدن، آقا رسول الله چه در حجره خودش دفن شدن، آقا امیرالمومنین در نقطه برایشان تهیه شده بود 700 سال قبل از طوفان حضرت، اونجا ملکیتش اطلاع نداریم چگونه بوده، ولی به هر حال برایشان تهیه شده بود. و 4 امامی که در بقیه هستن در خانه چه ملکشون بوده دفن شدن، حضرت ابراهیم فرزند پیامبر و این 4 امام و فاطمه بنت اسد و عباس در خانه چه ملک خودشون بوده دفن شدن. آقای امام حسین هم چه روز ورود 2 محرم منطقه را خریداری کردن و در ملک خودشون دفن شدن. آقای امام کاظم علیه السلام وقتی ایش تو زندان بودن، بیرون می آمدن از زندان با اعزاز که داستاناش طولانیه، آمدن بخشی را در کنار مقابر قریش خریداری کردن، ولذا این حرم مطهر کاظمه ملک شخصی آقای امام کاظم بوده که بعد هم حضرت امام جواد هم اونجا دفن شدن. وجود مقدس آقا امام رضا علیه السلام در مسیرشون که می آمدن رسیدن به طوس، آمدن اون منطقه را خریداری کردن و چون می دانستن که فردا بنابراین دفن بشن، فاصله زمانی نیست، برای تصرف آمدن به دستو دادن که درخت ها را ببرن که تصرف بشه، چون زمین این چیزا خریده یه دیواری بکشه یه تصرف بکنه که این، ولی زو حضرت دستو دادن این درخت ها را ببرن، ولی زو شد قطعگاه، یعنی جایی که درختانش را قطع کردن، منتها در بین عوام شده قتلگاه. اطراف مشهد مقدس الان دیگه این اسم به کار نمیبرن، ولی سابقه من یادمه وقتی که این فلکه به این صورت نبود، اونجایی که قبر مطهر مرحوم طبرسی است اونجا میگفتن قتلگاه، کمان قتلگاه بوده به طبع. پس بنابراین از آقا امیرالمومنین، از آقا رسول الله، از حضرت فاطمه زهرا تا آقای امام عسکر همشون در ملک خودشون دفن شدن و حضرت جناب سید محمد هم در ملکی که بابا حضرت امام هادی خریداری کرده بودن. حضرت جناب سید محمد شخصی بسیار جلیل و قدری بودن که خیلی خیال میکردن که بعد از آقای امام هادی و چه امام عسکری علیه السلام هست، مثلا جناب سید محمد احتمالاً، البته ائمه ما اعلام شده بودن، اسمشون در عرش الهی مکتوب بوده، در کتب انبیا و اولیای پیشه مکتوب بوده، نه اینکه بعداً تغییر تبدیل، چون بعضی کلمه بدا را متوجه نمیشن، خیال میکنن که بعداً تغییر یافته. همون داستان چه جناب اسماعیل چه فرمودن چه اسماعیل را خیال میکردن مردم، ولی زا وقتی اسماعیل فوت کرد حضرت صورتش باز میدید این اسماعیله، این اسماعیله، تا بدونن که اون امام نبوده، این اسماعیلیه که الان هستن با کمال تعصب و تعداد زیادی هستن در بنبعی، الان 59 امامشون اونجا هست آقا خان محلاتی. بعد اینها بالاخره راه خلاف رفتن از روز اول، چون جناب اسماعیل زمان پدر از دنیا رفته دیگه معنی نداره که او وصی امام صادق علیه السلام باشد، کار نداره. اینجا هم یقیناً جناب سید محمد نبوده و روایت فراوان داره که وقتی میگفتن هم نه ایشون نیست، این
اگر حادثه پیش بیاد. این کتاب ما چه این را روش بحث کردیم و نوشتیم، اینجا یک نکته جالبی بوده و اون این که ما اثبات کردیم که جناب سید محمد اولاد داشته و نسلش تا به امروز ادامه دارد. این حسنش این است که ما در هندوستان بسیار خانواده های بزرگی داره به نام نقوی. این نقوی ها یعنی اولاد امام علی بن نقی. اینها خیال می کردن که از اولاد جعفر کذاب هستند. یه حالت بالاخره ناخوشایندی داشتن. بعد اینکه کتاب منجا منتشر شد، اینا اصلا جشن گرفتن که الحمدلله ما جدمون را پیدا کردیم. ما از اولاد یک سید محمد طاهر و مطهر هستیم، نه کسی که مثلا مشکل داشته باشد و در عرف جامعه به عنوان مثلا آدم کذاب معروف شده باشد. این هم این لطف هم کنیم. بعد این کتاب ما 30 معجزه از حضرت دارد. کرامات حضرت سید محمد 100 تا 200 نیست، خیلی فراوانه، ولی مرحوم اردوباد 30 از اینها را آورده به عنوان مهر حضرت محمد سید محمد و 30 قهر ایشان، چون اینا دو بر مثل آقا حضرت ابوالفضل علیه السلام مثلا شفا میده و در موارد هم طرف را نابود میکنه، هر دو طرف مهر و قهرش کنار همه. داستان های زیادی دارم که در زمان صدام هم تا واقع شده، اینجا فرشی بوده صدام اون را دیده بود حرم آقا امام حسین و رضا گفته بود چون را بیارید کاخ. آمدن چه ببرن شب در عالم رویا حضرت آمدن به خواب کلیددار، فرمودن که فردا این فرش را ببرید حرم حضرت ابوالفضل. جمع کرده آمدن فردا نا آمدن که فرش را ببرن. کلیددار حرم گفت که من نمیتونم دست بزنم، میخواد بردارید. یکی آمد جرا که این را بردارد، یک مرتبه پری تواب و افتاد و به درک رسید. از این نوع مطالب هم داشتیم و به صدها مورد داریم. ما این بیمان یکی چه جدید بوده و اسم اون ملون هم آمده باشد واقعش. حضرت سید محمد هم از این منابع فراوان داشتن چه و هم مه هم که. السلام علیکم و رحمت الله. Oh.